درود بر شما به مجموعه خبر امشب از راه فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 27 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 19 دسامبر سال 2023 میلادی است. سرخط خبرها: تجلیل از روز جهانی مهاجران در کابل. مقامات امارت اسلامی بار دیگر از اخراج اجباری مهاجران افغان انتقاد کردند. اعلام کمک 6.9 میلیون دلاری ژاپن برای حمایت از سکتور صحت افغانستان. نگرانی ها از تخریب آبیده های تاریخی در بدخشان، برخی از آبیده ها در معرض نابودی قرار دارد. من قاسم عادلزاده هستم. مقامات ارشد امارت اسلامی در مراسم تجلیل از روز جهانی مهاجران بار دیگر از اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه انتقاد کرده و آن را خلاف قوانین بین المللی و حسن همجواری عنوان کردند. مقامات امارات اسلامی از نهادهای امداد رسان خواهان ادامه کمک های بشری به عودت کنندگان شدند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در این مراسم میگوید بیش از 7 میلیون شهروندان افغانستان در بیرون از کشور و نزدیک به 3 میلیون دیگر در داخل کشور آواره شدند. در همین حال معاون اداری ریاست الوزراء میگوید برای انتقال مهاجران افغان از پاکستان بیش از 12 میلیون افغانی هزینه شده است. از روز جهانی مهاجران اینجا در کابل با حضور مقامات امارت اسلامی تجلیل شد. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، دلیل مهاجرت شهروندان کشور را اشغال افغانستان از سوی خارجی‌ها و درگیری‌های داخلی عنوان کرده و می‌گوید در حال حاضر بیش از 7 میلیون اتباع افغانستان به بیرون از کشور به سر می‌برند و نزدیک به 3 میلیون دیگر در داخل کشور از مناطقشان آواره شدند. موږ په بهر ګاونډي هیوادونو کې تر 2 میلیون نه زیات مهاجرین لرو، او د دې چې کله راستانه شوي دي څه د پاسه 3 میلیونه په داخل کې به ځای شوي چې وي مهاجرین. په دې ټول هم د الحمدلله امارت اسلامي کار وکړو، قرباني وکړه، ټول هم د داخل نه تاسو ول چې په پارکونو په سړکونو په لویو برکونو کې پراته وي. ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، میگوید در حال حاضر در جهان 100 میلیون مهاجر وجود دارند که از حقوق اساسی و انسانیشان محروم هستند. آقای برادر از سکتور خصوصی کشور خواهان زمینه کار برای مهاجران بازگشته و بر ادامه کمک‌های جهانی تاکید کرد. او پرخصوصی سکتور راه کوم چې راغول مهاجرین وړونو ته د کار د زمینه په برابر ولو کې همکاري وکړي. همدار د مهاجرینو له نړیوال سازمان او هغو موسساتو څخه هم مننه کوو چې په دې سخت وخت کې یې له افغانانو څخه خپله مرسته ونه درېغول. عبدالسلام حنفی، معاون اداره ریاست الوزراء، در مراسم تجلیل از روز جهانی مهاجران بار دیگر با انتقاد از اخراج اجباری مهاجران افغان از سوی پاکستان این اقدام را خلاف قوانین بین المللی و حسن همجواری خوانده و گفت تقریبا 12,328,940 افغانی برای 58,291 خانواده و 333,338 نفر که ثبت شده هزینه شده است. 944 خانواده به کمپ‌های موقت اسکان‌پذیر شدند و 56 ذخیره آب برای از اینها آماده گردیده است. 1,780 خیمه برای اسکان موقت مهاجرین تهیه گردیده است. 448 باب تشنابهای سیاری نصب گردیده است. 950 فرش برای از اینها تهیه شده. در همین حال رئیس اداره سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان با ابراز تأسف از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان از ادامه کمک های این سازمان برای مهاجران افغان اطمینان می دهد. ما به بیش از 450 هزار نفر در افغانستان کمک کردیم که این رقم قبلا ارائه شده است. البته این آمار کمتر از آن است که سازمان بین المللی مهاجرت همکاری کرده است. با آن هم ما تلاش میکنیم کمک هایمان را برای مهاجران افغان ادامه دهیم. 18 دسامبر به عنوان روز مهاجران از سوی سازمان یونسکو نامگذاری شده است. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که شهروندان افغانستان از کشورهای پاکستان و ایران به صورت اجباری اخراج و به کشور برگردانده می شوند. نماینده ویژه چین برای افغانستان به کابل آمده و با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، دیدار کرده است.
وزارت امور خارجه در خبرنامه گفته است که در این دیدار دو طرف در مورد پیشرفت‌های اخیر در رابطه دو جانبه افغانستان و چین و سرمایه‌گذاری‌های چین در افغانستان صحبت کردند. در خبرنامه آمده است که آقای متقی بر آغاز کار عملی پروژه میسی عینک تاکید کرده و اطمینان داده است که ادارات زیربط افغانستان در این زمینه آمادگی کامل دارند. وزارت خارجه به نقل از نماینده ویژه چین گفته است که چین به استقلال افغانستان احترام دارد و هیچ جا در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد. وی همچنان گفته است که چین تعرفه گمرکی بالای کالاهای وارداتی از افغانستان را تا حد زیاد از بین برده است تا تجارت میان دو کشور رشد کند. سازمان جهانی صحت گفته است که کشور ژاپن 6.9 میلیون دلار را در بخش صحت افغانستان کمک کرده است. این وزارت گفته است که این کمک و منظور فراهم سازی خدمات صحی بیماری‌های عفونی، تشخیص دقیق بیماری ساری و اطمینان از ظرفیت کامل در شفاخانه‌های انتانی افغانستان هزینه خواهد شد. در همین حال شماری از دکتران می‌گویند که با سرد شدن هوا بیماری‌های عفونی افزایش می‌یابد و کمک نهادهای داخلی و خارجی در بخش صحت کشور برای کاهش بیماری‌های عفونی مؤثر است. سازمان جهانی صحت در خبرنامه گفته است که ژاپن 6.9 میلیون دلار آمریکایی را برای ارائه خدمات صحی با کیفیت به بیماران مبتلا به امراض عفونی، تشخیص دقیق بیماری ها و اطمینان از ظرفیت کامل عملیاتی شفاخانه های افغان ژاپن و شفاخانه انتانی در کابل کمک کرده است. این سازمان گفته است که این کمک از سوی آژانس همکاری بین المللی جایکای ژاپن تصویب شده است که انتظار می رود این بودجه برای 76 هزار نفر در کشور خدمات ارائه کند. دولت ژاپن متعهد به کمک 6.9 میلیون دلار آمریکایی با همکاری سازمان صحی جهان برای تقویت و افزایش پاسخگویی به بیماری عفونی و تشخیص دقیق بیماری‌های مسری در افغانستان است. شماری از دکتران میگویند در شرایط کنونی که بیشتری از خانواده‌ها توان تهیه امکانات برای مبارزه با بیماری‌های انتانی را ندارند، توجه نهادهای خارجی و وزارت صحت به امراض عفونی الزامی میباشد. اقتصادی گرمایش خانه های خود را ندارن، لباس های گرم ندارن و همچنان از غذاهایی که گرم است و به شکل سوپ و شوروا که به بدنشان مفید است از او امکانات برخوردار نیستن. پس امیدوار هستیم که نهادهای صحی ما اگر داخلی هستن یا خارجی، اگر به مردم بیچاره ما کمک میکنن بسیار مفید واقع میشه و در هوای سرد زمستان و هوای آلوده واقعا که امراض انتانی و امراض تنفسی خصوصا در اطفال کوچک، در خانم های حامله و اشخاصی که سنشان بالاست و محافظشان پایین است زیاد واقع. دکتران همچنان ضمن تاکید بر جلوگیری و مبارزه با امراض عفونی در زمستان از نهادهای مربوطه میخواهند که بودجه هایی که در بخش صحت کشور هزینه می شود را در مکان هایی که با کمبود امکانات صحی روبرو اند به مصرف برساند. وزارت صحت آمد، دکتر شایبا، همگی، حتی مردم دست به دست هم بتن به خاطر محو یا نابودی و یا کنترل یک تعداد امراض بخصوص امراض انتانی ما شما دست به دست هم بتیم که این امراض کنترل شود. فعلا فصل سرد زمستانی است، یک تعداد امراض سیستم تنفسی و انتانی ما به حساب زیاد میشه این بعد و افزایش پیدا میکنه و ما شما هر آن بودجه که داریم باید به شکل درست و اساسیش ما شما باید به مصرف برسانیم. کمک ژاپن در حالی صورت میگیرد که پیشتر نیز اتحادیه اروپا از کمک 10 میلیون یورویی برای مبارزه با بیماری‌های عفونی و تقویت سیستم صحی کشور خبر داده بود. شماری از باشندگان ولایت بدخشان از تخریب آبادات تاریخی در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند که برخی از این آبادی‌های تاریخی در معرض خطر تخریب و نابودی قرار دارد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان براه فردا میگویند که 25 آبادی تاریخی این ولایت در وضعیت خوبی قرار ندارد و بیش از 700 آبادی دیگر به کاوشگری نیاز دارد که باید ثبت و راجستر شود. با این حال باشندگان بدخشان میگویند آبادی‌های تاریخی نماد تمدن و میراث فرهنگی کشور است و باید برای حفاظت از آن اقدامات جدی روی دست گرفته شود. بدخشان یکی از ولایت‌های کلیدی در حوزه شمال شرق به حساب می‌رود. جایی که ما قرار داریم به نام پل خشتی است. پلی که در حدود بیشتر از 300 سال قدامت تاریخی دارد. پل خشتی در ناحیه سوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان که قرار دارد، این پل نمونه ده ها آبادی تاریخی
در بدخشان است که این پل در حدود 300 سال پیش توسط یک خانم در مدت بیش از یک سال ساخته شده است که شهر کنه بدخشان را به شهر جدید فیض‌آباد وصل کرده است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند آبده‌های تاریخی در حال خراب شدن قرار دارند و اگر اقدام به ساخت و ساز آن صورت نگیرد احتمال از بند رفتن این آبده‌ها وجود دارد. بدخشان نظر به قدامت تاریخی که دارد، دارای آبیدات تاریخی زیاد است. ما اکنون در حدود 25 آبیده تاریخی ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ داریم که چند آن ثبت یونسکو است و نزدیک به 700 آبیده تاریخی و ساحات باستانی که تاکنون کاوشگری نشده است ما ثبت داریم پیش خود که او به کاوشگری ضرورت داره، ولی آبیدات تاریخی در وضعیت خیلی خرابی قرار داره و احتمالاً بعضی از آبیده ها به اثر یکی ترمیم نشدند، مرمتکاری نشدند، شاید فرو بریزند و دچار مشکل بشوند که ما تایی مکتوب های مکرر وزارت اطلاعات فرهنگ در جریان قرار داریم، همچنان مؤسسات همکاری که در زمینه بازسازی آبیده تاریخی کار میکردند اونها را هم در جریان قرار دادیم و امید است که در سال آینده آبیده تاریخی زیادی در بدخشان مرمتکاری شد. با این حال شماری از باشندگان بدخشان میگویند آبده های تاریخی نماد تمدن و میراث فرهنگی کشور است. باشندگان این ولایت از حکومت می خواهد برای حفاظت از تمام آبده ها به خصوص پل خشتی این ولایت اقدام کند. ولی این پل که 300 سال قدامت دارد به این بی‌توجهی صورت گرفته که آثار باستانی است، تاریخ افغانستان است، تاریخ بدخشان است، تاریخ فیض‌آباد است، دست داشته از جور داشته از گذشته ها و از اجدادان ما است که جور شده به شیوهی که جور شده باید ترمیم میشه، جور شود، نگهبانی شود، مراقبت شود، از این حفظ شود که آثار باستانی است. نه تنها این پول باید جور شود که ماحول از این پارک های سیاحتی و تفریحی جور شود. مواد ساختمانی از این خشت است، خشت پخته البته، چونه است، تخم مرغ است، خاکستری، یک درخت برای مادرک یاد میکنن از اوست که اینها را با هم مخلوط میساختن مطابق به سیستم یا نقشه ساختمانی سمرقند ساخته شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند آن عده آبده های تاریخی که در مرز فروریزی قرار دارند با وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور گفتگو کردند تا در آینده نزدیک کار مرحمتکاری این آبده های تاریخی را انجام دهند. ما سری زدیم به ولایت زیبای بدخشان. حکومت های زمان از اینجا رفت آمد میکردن، عبور و مرورشان از این راه بود و بدبختانه در طی چند سال گذشته چندان توجهی در اینجا صورت نگرفته و شماری از شهروندان ولایت بدخشان با ما گفتند که باید هرچی دوتر به این توجه صورت بگیره، یک آبداد تاریخی است. اسلام الدین صاحب زاده، تلویزیون جهانی رای فردا، ولایت بدخشان. چهار دانش آموز در ولایت بلخ می گویند که با امکانات اندک به ساخت یک موتر اقدام کردند و هنوز کار ساخت این موتر تکمیل نشده است. این دانش آموزان از مسئولان می خواهند برای حمایت و رشد استعدادها توجه کنند. در همین حال ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ می گویند که از نوآوری و چنین اقدامات حمایت می کنند. این موتر را چهار دانش آموز اینجا در شهر مزار شریف با امکانات ابتداییشان می سازند که توانایی حمل یک تن وزن را نیز دارد. سازندگان آن می گویند کار ساخت این موتر را از حدود نزدیک به دو ماه به این سو شروع کرده است. وقتی که دیدیم توانایی ها را در خود ما، باز گفتیم چرا احمیر حال نسازیم و تقریبا 40 روز پیش این موتر کارش شروع کردیم و فعلا یک دو هفته دیگه شاید تا برابرداری وقت لازم داره و همچنان تا حال یک لگ افغانی مصرف برداشته و شاید 50,000 افغانی دیگر هم مصرف خواهد داشت. هزینه ساخت این موتر از سوی خود این دانش آموزان پرداخت شده است. آنها اما میگویند برای رشد استعدادها و حمایت از نوآوری ها حکومت و نهادهای مسئول باید برنامه های عملی را روی دست گیرند. که همین موتر را تا به حال پیش بردیم و ساختیم،
ما خواستیم از دولتی است که جوانای افغانستان هم کمتر از جوانهای کشورهای دیگر نیستن، ولی ما امکانات و دسترسی و حمایتگر نداریم که اگر به ما دسترسی و امکانات و حمایت ما را بکنن، ما میتونیم چیزهای بیشتر و خوبترتر از این بسازیم و در آینده یک افغانستان پیشرفت و ترقی داشته باشیم. همزمان با این، مسئولان محلی بلخ ضمن استقبال از این اقدام جوانان اما میگویند از هر نوع نوآوری حمایت میکنند. آمریت امور کار ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ از ماه حمل 1402 تا به امروز که ماه هشتم هست تقریبا 5000 جوان را در ولایت بلخ حمایت کرده و به کارهای گماشته است. و همچنان 50 نفر اتباع خارجی را ما که داریم در بخش ماشینری و در بخش دکترا و در بخش تخنیک ما در ولایت بلخ گماشتیم که در این جاینها کار کرده رایستن و اینا در کارهایشان را پیش برده رایستن. قابل یادآوری است که پیش از این نیز شماری از جوانان و دانش آموزان در شماری از ولایت‌های کشور دست به ساخت موتر و سایر ساخته‌های دستی زده بودند. عزیزالله وحدت، تلویزیون راه فردا، مزار شریف. به این ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.